تقریبا تمام تنظیمات این قسمت رو فایل اصلی شما به شما دیکته میکنه. یعنی به طور مثال اگر شما یه فایل HD داشته باشید، باید بیایید اینجا، مثلا اگه HD 960x720 داشته باشید، این بذارید روی 960x720، همین پیکسل اسپیک رشیوشتون همینطور، اگه مثلا فیل دامیننس نداشته باشه باید روی نان بذارید و حالا تایم بس و چیزهای دیگه تون. نکته که توی فاینال کات وجود داره، احتمالا شما توی قسمت قبل هم دیدید که شما میتونید یک دونه از این فایل هاتون رو درگ بکنید داخل سیکونستون و بهتون میگه اگه میخوای تنظیمات رو بر اساس اون انجام بده. وقتی شما یس رو بزنید تمام تنظیمات با این فایل تطابق پیدا میکنه و همونطور که شما اینجا میبینید فریم سایزتون، پیکسل اسپکت رشیوتون، فیل دامیننس، تایم بیس ادیتینگتون و کامپرسورتون هم تغییر میکنه و تبدیل میشه به اون چیزی که اصل فایلتون بوده و سورس فایلتون بوده. حالا اگر شما خواستید این کار رو انجام ندید و خواستید دستی این تنظیمات رو انجام بدید چطور؟ یکی از بهترین راهاش اینه که شما روی یکی از این فایل ها کامند 9 یا آیتم پراپرتیز رو بزنید توی اگر اشتباه نکرده باشم توی آیتم پراپرتیز فرمت، بله کامند 9، و همونطور که شما اینجا میبینید نوشته که به طور مثال این HD 1440x1080 25 فریم در ثانیه است و از اینجا اگه بخواید نگاه کنید فیلد نداره و به طور مثال چیز دیگه که میمونه کامپرسورشه که DVC Pro HD 1080 P2 که در واقع همون در واقع ببخشید معذرت میخوام 1080 P25 یا همون 25 مگابیت پر سکند اگه اشتباه نکرده باشم. پس شما از اینجا هم میتونید به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنید و بیای توی سیکونس ستینگتون اینجا تمام این تنظیمات رو تغییر بدید و به اون چیزی تبدیل بکنید که فایلتون هست. مثلا من حالا اگه اینجا این رو بکشم توی این قسمت احتمالاً دیگه اختاری در نمیگیرم، مشکلی ندارم. نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که شما اگر کامند 0 رو بزنید چند تا آپشن دیگه دارید. تو این قسمت رو ما کامل توی قسمت اول با هم دیدیم و بررسی کردیم تمام عناوینی که اونجا بود داره. این یه نکته رو من در مورد ویدیو پروسسینگ بگم. شما همونطور که اینجا ببینید نوشته render in 10 bit material in high precision YUV که الان خودش به صورت دیفالت فعال کرده. یک نکته بسیار کلیدی و حساس توی اینجا هست و اون هم اینه که شما اگر تصاویرتون به هم درست دیزالو نمیشن، مثلا شما این تصویر رو دارین و یه تصویر دیگه دارین و بینشون یه ریزالو گذاشتید، یه حالا کراس دیزالو گذاشتید، برخی از موارد این مشکل پیش میاد که وقتی شما میایید اینجا به جایی که این فریم به اون یکی فریم به نرمی تبدیل بشه، یه فریم های یعنی یه پرده روشن‌تر میشه. یعنی به محض اینکه این فریم میاد اینجا یهو تصویر یه مقدار روشن‌تر میشه و میاد اینجا دوباره تصویر روشن‌تره، اینجا که میاد دوباره یه پله تیره‌تر میشه. این مشکل مال زمانیه که شما این ویدیو پروسسینگتون درست نیست. اینجا یکی از مواردی که خیلی تا حال پیش اومده، اگر شما با دوربین سیلیکون ایمیجینگ SI2K تصاویرتون گرفته شده و حالا توی فاینال کات آوردیم با رد گرفته شده، با سونی F950 به بالا، HD F950 به بالا و به هر صورت دوربین هایی که قابلیت تصویر برداری RGB دارن نه YUV، چون در واقع YUV سیگنال ویدیویی، RGB کاملا رنگ رو برداشت میکنه. توی اون شرایط به محض اینکه شما بیاین اینجا always rendering RGB رو بزنید و اوکی بکنین اون مشکل حل میشه. یعنی مثلا دیگه اون قضیه که یه پرده تصویر روشن‌تر میشه رو نخواهید داشت. حالا اینجا ما الان اون مشکل رو نداریم وقتی من سویچش کردم، یا قبلش هم نداشتیم، اما گفتم این مورد رو شما بدونید که توی شرایطی که به دوربینای خیلی های اند دارین کار میکنین، SI2K Red، بعضی از مدل پاناسونیک و F950 سونی به بالا، همونطور که گفتم میارین لیست دوربینا رو خدمتتون، و حالا ممکنه زمانی که شما این ویدیو رو میبینید، زمانی که دارید این خودآموز رو ببینید، دوربین های خیلی زیاد دیگه ای هم وارد بازار شده باشن که بتونن RGB تصویر برداری کنن. ممکنه
این مشکل برای شما پیش بیاد و یه مقدار توی بعضی جاها توی فیلترها توی دیزالف ها مشکل برخوردین، که اگر این always rendering RGB رو فعال بکنید برای اون دوربین ها فقط، همونطور که یک بار دیگه تاکید کردم فقط برای دوربین هایی که RGB میتونن فیلم برداری کنن، این مشکلتون حل میشه.